شامگاهی شبکه‌تن با شهرام شهرامیان. خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تی وی و در شامگاه چهارشنبه 4 سپتامبر سال 2013 با همراه همکار شادی شفیعی. مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان رو از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانیم. با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار، برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز به سمع و نظرتان خواهد رسید که میپردازد به تلاش دولت حسن روحانی برای متوازن کردن بودجه سال جاری کشور. در مطلبی تحت عنوان نگرانی دولت حسن روحانی از وضع دخل و خرجش در نیمه دوم سال، اینک سرفصل مهمترین خبرها. مجلس شورای اسلامی اظهار نظر هاشمی رفسنجانی درباره حمله شیمیایی حکومت سوریه به مردم کشور خود را تایید کرد. ۱۷۰ نماینده مجلس ایران ضمن اعلام حمایت از دولت سوریه گفتند که در صورت اراده نظام حاضر به جان فشانی در کنار برادران سوریه خود هستند. مقامات مسئول وزارت بهداشت و درمان ایران از شناسایی 64 بیمار مبتلا به وبا در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان خبر دادند. نمایندگی سازمان ملل در عراق و کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان حمله به اردوگاه اشرف و کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرد. دادگاهی در شهر تورنتو کانادا محکومیت پیشین مهدی هاشمی رفسنجانی به پرداخت جریمه 13 میلیون دلاری به یک شهروند ایرانی کانادایی را لغو کرد. مجلس سنای آمریکا بر سر طرح حمله نظامی به سوریه بدون حضور سربازان آمریکایی در خاک آن کشور با دولت اوباما به توافق رسیدند. رئیس جمهور روسیه میگوید اگر ثابت شود دولت سوریه مسئول حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق بوده، ممکن است کشور با حمله نظامی موافقت کند. آریل کاسترو، مردی که در ایالت اوهایو آمریکا 3 زن را ربوده بود و آنها را به مدت 10 در خانه اش حبس کرده بود، در زندان خودکشی کرد. اینک مشروع اخبار. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار نظر هاشمی رفسنجانی درباره حمله شیمیایی حکومت سوریه به مردم کشور خود را تایید کرد، ولی گفت که اظهارات وی به معنای صدور مجوز حمله به سوریه نیست. به گزارش ایرنا، علی مطهری روز چهارشنبه 13 شهریور در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهارات منتسب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرده و گفت به نظر من آقای هاشمی این حرف را زده و می‌خواهد راه جدیدی باز کند، اما اظهارات ایشان به معنی حمایت از حمله آمریکا به سوریه نیست. بنابر این گزارش، آقای مطهری همچنین گفت که شخصا فیلم اظهارات هاشمی رفسنجانی را دیده و قاعدتا آن فیلم نمیتواند ساختگی باشد. گفتنی سخنان این نماینده مجلس ناظر به اظهارات هاشمی رفسنجانی است که به گزارش خبرگزاری اینا عصر روز یکشنبه در مراسمی در شهر شیرگاه استان مازندران تایید کرد که مردم سوریه از طرف حکومت خودشان مورد حمله شیمیایی واقع شدند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی ها باشند. یادآور می شود این سخنان با ساب وسیعی در رسانه های اصولگرایان تندرو در ایران روبرو شد که آن را غیر مسئولانه و افراطی و همجهت با اظهارات و اهداف پادشاه عربستان ارزیابی کردند.
و خبری از آمادگی نمایندگان مجلس ایران برای جنگ در سوریه. 170 نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران روز چهارشنبه 13 شهریور با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از دولت سوریه در مقابل دشمنانش گفتند که در صورت اراده نظام حاضر به جانفشانی در کنار برادران سوری خود هستند. به گزارش فارس در بیانیه این نمایندگان خطاب به دولت‌های آمریکا و اسرائیل آمده است: ملت‌های مظلوم جهان سال‌های سال است در انتظار لحظه نهایی پاک کردن خط ظلم و ستم مستکبران هستند و حمله شما به سوریه سرآغاز این فروپاشی خواهد بود. گفتنی است این بیانیه در حالی منتشر می شود که هفته پیش علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به آمریکا و متحدان غربی آن هشدار داده بود که در صورت حمله به سوریه باید نگران فرزند نامشروع صهیونیستی خود در منطقه باشد. و اما از سوی دیگر سردار پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز گفته است که ایران تا آخر از نظام سوریه حمایت خواهد کرد. به گفته یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری ایران، سلیمانی روز سه‌شنبه در سخنانی در این اجلاس گفته است: عده‌ای انتقاد می‌کنند که چرا آنقدر از سوریه حمایت می‌کنیم که باید با آنها گفت سوریه خط مقدم مقاومت است. و خبری از احتمال شیوع وبا در ایران. مقامات مسئول وزارت بهداشت و درمان ایران از شناسایی 64 بیمار مبتلا به وبا در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان خبر دادند. به گزارش مهر، به دنبال گزارش‌هایی که از شیوع بیماری وبا در افغانستان حکایت دارد، مقام‌های وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه 13 شهریور تایید کردند که این بیماری وارد کشور شده است و 64 نفر به آن مبتلا هستند. بنابراین گزارش، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت کشور می‌گوید همه این 64 نفر نیز به بیماری وبا مبتلا شدند که از میان مهاجران غیر قانونی هستند و هنوز هیچ موردی از ابتلای شهروندان ایرانی به این بیماری گزارش نشده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، این بیماری تاکنون فقط در دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان دیده شده است که با همکاری نیروهای انتظامی و فرمانداری شهرهای دیگر به سرعت همه افراد مبتلا و مشکوک به این بیماری شناسایی و تحت کنترل و درمان درآمدند. وی اما در عین حال اعلام کرد که یک کودک مبتلا به این بیماری قبل از آن که به بیمارستان برسد و تحت درمان قرار گیرد جان خود را از دست داد. یادآور می شود در هفته های اخیر گزارش هایی در رسانه های روسیه و کشورهای آسیایی میانه منتشر شد مبنی بر آنکه 1500 نفر در استان بدخشان افغانستان به بیماری وبا مبتلا شدند. و خبری از محکومیت حمله به اردوگاه اشرف در عراق. نمایندگی سازمان ملل در عراق و کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان حمله به اردوگاه اشرف، محل استقرار شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم دانستند. به نوشته بی بی سی، در پی گزارش حمله به اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، هیئت نمایندگی ویژه سازمان ملل در عراق یونامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این هیئت از محل اردوگاه اشرف که روز یک شنبه این هفته هدف حمله مسلحانه قرار گرفت بازدید به عمل آورده است. بنابراین گزارش، در این بیانیه همچنین آمده است نمایندگان هیئت در بازدید از اردوگاه 52 جنازه را که در یک سردخانه موقت در اردوگاه نگهداری می شود مشاهده کردند و این در حالی است که گفته می شود که حدود 100 نفر در اردوگاه اشرف سکونت داشتند. این بیانیه در ادامه می افزاید به نظر می رسد که کشته شدگان در اثر اصابت گلوله کشته شدند و در اکثر اجساد محل اصابت گلوله در ناحیه سر و بالا تنه مشاهده شده و دست تعدادی از کشته شدگان نیز بسته بوده. همچنین تعدادی از ساختمان های واقع در اردوگاه آسیب دیده و یک ساختمان نیز آتش گرفته بود. و هیئت نمایندگی مقادیری مواد منفجره را نیز در محل مشاهده کرده است.
یادآور می‌شود مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز قتل ساکنان اردوگاه اشرف را محکوم دانسته و خواستار رسیدگی به این واقعه شدند، اما در مورد عامل آن اظهار نظری نکردند. و خبری از لغو جریمه مهدی هاشمی توسط یک دادگاه کانادایی. دادگاهی در شهر تورنتو کانادا محکومیت پیشین مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، به پرداخت جریمه 13 میلیون دلاری به یک شهروند ایرانی کانادایی به نام هوشنگ بوذری را لغو کرد و این در حالی است که این حکم 2 سال پیش در پی شکایت آقای بوذری از چندین مقام جمهوری اسلامی از جمله مهدی هاشمی به صورت غیابی صادر شده بود. او در شکایت نامش گفته بود که این مقام ها در سال 1372 دستور بازداشت و حبس 8 ماهه او در زندان اوین را به دلیل رقابت با مهدی هاشمی بر سر یک قرارداد نفتی صادر کردند. بنابر این گزارش، دادگاه در آن زمان پس از گذشت دوران قانونی و حضور نیافتن آقای هاشمی برای دفاع از خود، بر اساس قوانین کانادا طی حکمی او را موظف کرد غرامت درخواستی آقای بوذری را به او بپردازد. اما آقای هاشمی که تنها فرد مورد اتهام در این شکایت بود که در خارج از ایران زندگی می‌کرد، این اتهامات را بی اساس خواند و از طریق وکیلش در کانادا به این حکم اعتراض کرد و حالا بعد از 18 ماه دعوای حقوقی طرفین، دادگاه آن حکم غیابی را کنار گذاشته است. گفتنی است بر اساس دستور قاضی، وکیل آقای هاشمی در پی لغو این حکم می‌تواند دلایل خود مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه‌های کانادا برای رسیدگی مجدد به این شکایت در این کشور را مطرح کند. و خبری از موافقت سنای آمریکا با طرح حمله به آمریکا، با طرح حمله به سوریه. سناتورهای ایالات متحده درباره پیشنویس طرحی توافق کردند که حمله نظامی به سوریه را تایید می‌کند، اما حضور سربازان آمریکایی در خاک آن کشور را اجازه نمی‌دهد. و این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرده است که بی‌عملی در این مقطع خطرناک است و سبب جسارت جمهوری اسلامی و کره شمالی خواهد شد. به گزارش CNN، بر اساس جزئیاتی از این طرح، اعتبار مجوز حمله آمریکا به سوریه به 60 روز محدود می شود و رئیس جمهوری می تواند این مدت را 30 روز تمدید کند. بنابر این گزارش، این پیشنویس احتمالاً قرار است که روز چهارشنبه 4 سپتامبر به رأی نهایی سناتورها گذاشته شود و این در شرایطی است که نشست 4 ساعته سنای آمریکا نشان می‌دهد که دولت اوباما می‌تواند امیدوار باشد که از حمایت قانونگذاران این کشور برای حمله به سوریه برخوردار است. گفتنی است در جلسه سنای آمریکا، جان کری وزیر امور خارجه این کشور تأکید کرد نباید به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه را بی پاسخ نهاد، چرا که کشورهای ایران و کره شمالی منتظرند که ایالات متحده چشمان خود را بر فاجعه شیمیایی اخیر در سوریه ببندد. وزیر امور خارجه آمریکا شرایط بشار اسد را با آدولف هیتلر و صدام حسین مقایسه کرد. و خبری از واکنش تازه روسیه درباره سوریه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد اگر ثابت شود دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع خود استفاده کرده، کرملین حاضر است در شورای امنیت با حمله نظامی به سوریه موافقت کند. رئیس جمهور روسیه همچنین و بار دیگر از دولت آمریکا خواست که مدارک و شواهد خود را پیرامون بکارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه ارائه کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلویزیونی و اینترنتی در روز چهارشنبه 4 سپتامبر گفت در صورتی که مدارک قانع کننده باشد، روسیه با قاطعیت تمام در این زمینه دست به عمل خواهد زد. بنابراین گزارش، پوتین در این گفتگو تصریح کرد که شورای امنیت نهاد صلاحیت دار برای مجازات حکومت سوریه است و اگر استفاده از گاز سمی توسط ارتش سوریه ثابت شود، می تواند با حمله نظامی با تایید شورای امنیت موافقت کند. گفتنی است این نخستین بار است که مقامات
کرملین آشکارا از احتمال استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم اسد سخن میگویند، چرا که تا پیش از این پوتین و دیگر مقامات رسمی روسیه همه اتهامات به رژیم اسد را بی اساس و یاوه‌گویی خوانده بودند و بارها تکرار کردند که تردیدی در بیگناهی دولت سوریه ندارند، در حالی که کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان به طور جداگانه اعلام کردند که درباره بکارگیری سلاح شیمیایی توسط رژیم اسد شکی ندارند و ارتش سوریه را مسئول این حمله می‌دانند. و خبری از خودکشی یک زندانی در آمریکا. آریل کاسترو، مردی که در ایالت اوهایو آمریکا 3 زن را ربوده بود و آنها را به مدت 10 در خانه اش حبس کرده بود، خود را در زندان حلق‌آویز کرد و درگذشت. به گزارش CNN، مقامات زندان در ایالت اوهایو میگویند جسد کاسترو را 3 شب در سلول انفرادیش یافتند و به بیمارستان منتقل کردند و این در حالی است که وی طبق یک حکم توافقی به تحمل حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شده بود. بنابراین گزارش، جو آلن اسمیت، سخنگوی زندان‌های اوهایو، به خبرنگاران گفته است بعد از پیدا کردن آریل کاسترو در سلولش، بلافاصله او را به بهداری زندان منتقل کردند و تلاش برای زنده نگه داشتن او انجام گرفت، ولی ساعت 10:52 شب مرگ او تایید شد. به گفته وی، ماجرای مرگ او در دست تحقیق است. گفتنی است آریل کاسترو که 53 سال داشت، 3 زن جوانی را که روبوده بود به مدت 10 تا ماه می گذشته در خانه اش حبس کرده بود. یادآور می شود آماندا بری 27 ساله، جینا دی جیزس 23 ساله و میشل نایت 32 ساله زنانی بودند که آقای کاسترو بین سالهای 2000 تا 2004 آنها را ربوده بود. بینندگان عزیز، اینک توجه شما رو به تفسیر خبر امشب جلب میکنم که میپردازد به تلاش دولت حسن روحانی برای متوازن کردن بودجه سال جاری کشور. در مطلبی تحت عنوان نگرانی دولت حسن روحانی از وضع دخل و خرجش در نیمه دوم سال، بحرانی ترین سال در اقتصاد ایران در حالی از نیمه می‌گذرد که دولت جدید نگران از وضع دخل و خرجش در نیمه دوم سال به دنبال تغییر قانون بودجه کشور است، چرا که مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی می‌گویند ادامه اجرای بودجه فعلی دولت را مجبور به چاپ پول می‌کند که این یعنی انفجار تورمی دیگری در پایان سال، و این همه در شرایطی است که در تازه‌ترین تلاش دولت روحانی برای اصلاح این قانون، دیروز با رأی منفی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی با تأخیری دست کم 2 روبرو شد و نمایندگان به تعطیلات تابستانی رفتند. توجه شما را به دیدن گزارشی در این باره جلب. دغدغه دخل و خرج مملکت حسن روحانی را در میانه مجلس خبرگان رهبری هم رها نکرد. او از این تریبون برای ابراز نگرانی از وضعیت بودجه‌ای که از دولت قبل و البته مجلس فعلی به او رسیده استفاده کرد، واکنشی به رد فوریت لایحه اصلاحیه‌اش در جلسه دیروز مجلس. یعنی بودجه 210,000 میلیارد، این بودجه غیر واقعی است و تحقق پذیر نیست و این غیر واقعی باید اصلاح بشه و توقعاتی که این بودجه به وجود میاره در بخش‌های مختلف، دولت را در ماه‌های آخر با مشکل مواجه می‌کنه.
شرایط دولت ایران پول ندارد و این را هم پنهان نمی کند. دیروز اولین لایحه اصلاحی بودجه به مجلس فرستاده شد، اما گروهی از نمایندگان دولت را به شتاب زدگی متهم کردند. پیشنهادم شخصا به دولت این بود که تو این قضیه عجله نکنن، یعنی که یه مقدار با بودجه کار بکنن، کم کیف بودجه در بیاد، فشار بودجه رو بیشتر کنن رو دستگاه اجرایی، بعد اون وقت بتونن یه اصلاحی بدن که منجر به اصلاحی‌های بعدی نشه. در اصلاحیه دولت می‌خواهد برآورد درآمدش را در قانون بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان کاهش دهد. یکی از علتهایش تحریم‌ها و محدودیت ایران در فروش نفت و دسترسی به دلارهای نفتی است. وضعیتی که اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان خبرسازش در روز یکشنبه در مازندران به آن اشاره کرد. مشکلات فعلی مشکلات واقعی است. ما در محاصره ایم. ما تحریمیم، ما بایکوتیم، ما نمیتونیم از منابعمون استفاده کنیم، ما نمیتونیم نفتمون رو بفروشیم، اگر بفروشیم نمیتونیم پولش رو برگردونیم و اگر جنسی بخریم باید به قیمتهای اضافی بخریم و در انتقالش هزینه‌های اضافی انجام بدیم. برای جبران این کسری دولت میخواهد هزینه‌هایش را کم کند. قطعاً حداقل به اندازه 10% ما اعتبارات هزینه ای رو که اصطلاحاً شما میگید اعتبارات جاری حتما از اینجا کاهش خواهیم داد. بالاخره کمتر خرج کردن دولت که بزرگترین کارفرمای کشور است در عمل به معنی درآمد کمتر برای جامعه است. اما بخش دیگر اصلاحیه مربوط به اقتدار دولت و استقلالش در تعیین سیاست‌های اقتصادی است. دولت خواستار حذف بند 139 قانون بودجه شده است. بر اساس این بند تصمیمات اقتصادی دولت که در ارتباط با تحریم‌ها گرفته می‌شود باید طی یک روز به اطلاع اعضای شورای امنیت ملی برسد و اعضای این شورا می‌توانند خواستار لغو تصمیمات دولت شوند. با این حال امروز چند نماینده مجلس سیاسی بودن تصمیم دیروز مجلس را رد کردند. با پایان جلسه امروز مجلس ایران نمایندگان تعطیلات تابستانی 17 روزه خود را آغاز کردند. یعنی دولت دست کم 1 تا 2 ماه باید تغییر در قانون بودجه را فراموش کند. تأخیری که به گفته مقامات اقتصادی دولت میتواند به تن دادن به چاپ پول و یک انفجار تورمی دیگر در شب بینندگان عزیز، با خاتمه یافتن برنامه شامگاهی اخبار و تفسیر خبر، ضمن سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بوده اید، از طرف خود و همه همکارانم در واحد خبر شبکه جهانی تن تی وی تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. روز روزگار بر همگان. شبکه‌ای